قرارداد ائتلاف سه حزب برای تشکیل دولت آتی آلمان منتشر شد. شمار جانباختگان کرونایی در آلمان از مرز 100 هزار نفر گذشت. سلام، به کانال یوتیوب تلویزیون اینترنتی افغانستان خوش آمدید. سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد سند قرارداد ائتلاف خود را منتشر کردند. این سند 177 صفحه‌ای از جمله حاوی تقسیم وزارتخانه‌ها، استفاده 80% از انرژی تجدیدپذیر تا سال 2030 و بسیاری موارد دیگر است. حدود ساعت 3 بعد از چاشت روز چهارشنبه 24 نوامبر 2021 سران سه حزب ائتلافی سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد یعنی لیبرال‌ها در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و اعلام کردند که مذاکرات ائتلاف آنها به پایان رسیده و راه برای تشکیل دولت آتی آلمان با صدر اعظمی اولاف شولتز همراه شده است. سند قرارداد ائتلاف پیش از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود. نخست درباره معضل حاد کرونا. اولاف شولتز، صدر اعظم آتی آلمان، به عنوان نخستین سخنران در مقدمه اظهارات خود معضل حاد کرونا در سطح کشور را بسیار جدی خواند و گفت که ائتلاف سه حزب به این نتیجه رسیده است که برای جلوگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا باید در مؤسسه‌های معینی مانند مراکز درمانی و مراکز نگهداری سالمندان و غیره واکسیناسیون را برای تمام همکاران اجباری کرد. او این را منتفی ندانست که حوزه اجباری کردن واکسیناسیون در آینده گسترش یابد. صدر اعظم آتی آلمان افزود به دلیل فشار کاری ویژه‌ای که به نیروهای پرستاری وارد شده است این همکاران بار دیگر پاداش دریافت خواهند کرد. او گفت که سه حزب ائتلافی بر سر 1 میلیارد یورو بودجه جداگانه به توافق رسیدند تا همه ما با هم دست در دست بتوانیم این موج چهارم بدخیم را پشت سر بگذاریم. محتوای سند قرارداد ائتلاف سه حزب. سند 177 صفحه‌ای قرارداد ائتلاف برای تشکیل دولت آینده آلمان حاوی طرح‌ها و اعلام یک رشته توافق‌ها و تفاهم‌نامه هاست که سرفصل نکات عمده آن به شرح زیر است. تا سال 2030 آلمان 80% برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد. پیش از این سهم 65% در این بازه زمانی در نظر گرفته شده بود. زمان خروج کامل از انرژی زغالسنگ از همکنون تا سال 2038 به سال 2030 کاهش خواهد یافت. حداقل دستمزد به 12 یورو در ساعت افزایش می‌یابد. کمیسیون مستقل تعیین حداقل دستمزد پس از انطباق اول دستمزدها گام‌های بعدی برای افزایش احتمالی آن را بررسی خواهد کرد. دولت ائتلافی در نظر دارد سالانه دست کم 400 هزار دستگاه آپارتمان مسکونی ساخته شود که 100 هزار دستگاه آن در اختیار افراد کم درآمد قرار خواهد گرفت. از بار مالی مصرف کنندگان برق قرار است کاسته شود. از اول ژانویه 2023 تأمین مالی میلیاردی تولید انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق اکولوژیک دیگر از طریق هزینه مضاعف برای مصرف کنندگان صورت نخواهد گرفت. سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد می‌خواهند مسلح شدن ارتش آلمان به پهپادها را امکان پذیر سازند. سه حزب ائتلافی در تفاهم با یکدیگر قصد دارند آزاد شدن کنترل شده کانابیس برای بزرگسالان برای مصرف تفننی در فروشگاه‌های دارای مجوز را امکان پذیر سازند. بدین گونه کیفیت ماده کنترل می‌شود، مانع از انتقال مواد افزوده می‌گردد و حفاظت از جوانان تأمین می‌گردد. وزارتخانه های دولت آتی آلمان به شرح زیر میان سه حزب ائتلافی تقسیم می شود. حزب سوسیال دموکرات آلمان با صدارت اعظم و 6 وزارتخانه. کشور، دفاع، ساخت و ساز، بهداشت، کار و امور اجتماعی، همکاری های اقتصادی و امران. حزب سبزها با 5 وزارتخانه. امور خارجه، محیط زیست، حفاظت از مصرف کنندگان، اقتصاد و حفظ محیط زیست، خانواده، سالمندان، زنان و جوانان، تغذیه و اقتصاد و کشاورزی. حزب دموکرات های آزاد یا لیبرال ها با 4 وزارتخانه. دارایی، دادگستری، راه و ترابری و امور دیجیتال، آموزش و پژوهش. قانون سقف اجاره منازل مسکونی باید تمدید و تشدید شود. در مناطقی که با معضل بازار مسکن روبرو هستند، در طول 3 سال تنها میتوان 11% بر اجاره منازل افزود. تا کنون 15% مجاز بوده است. قانون تراجنسیتی باید لغو شود و قانون خودتعیینی جایگزین آن گردد.
تسهیل مالیاتی دورکاری برای کارپذیران باید تا آخر سال 2022 تمدید شود. مفهوم نژاد باید از متن قانون اساسی آلمان حذف شود. به ماده 3 قانون اساسی آلمان باید تبصره‌ای مبنی بر ممنوعیت تبعیض به دلیل هویت جنسیتی افزوده گردد. به دلیل قیمت بالای سوخت دیگر نباید بر میزان عوارض دیوکسید کربن بر روی قیمت بنزین، نفت سوختی یا گاز افزوده شود. پناهجویان بیشتری باید امکان آوردن اعضای خانواده خود به آلمان را داشته باشند و این روند باید تسهیل گردد. از سوی دیگر اعضای ائتلاف قصد دارند امکان قانونی بیشتری برای ورود پناهجویان به آلمان را فراهم سازند. امکانات تأمین اولیه برای کودکان باید فراهم گردد. در حد امکان باید کمترین میزان از اطلاعات و داده‌های دیجیتالی نظارت بر شهروندان و ارتباطات آنها را ذخیره کرد. برای مقابله با قلدوری‌ها و افرادگری در ادارات تأمین امنیت باید یک مرکز شکایات تأسیس کرد و یک نماینده مستقل نیروهای پلیس برای پارلمان بوندستاگ آلمان تعیین گردد. سه حزب ائتلافی قصد دارند تا سال 2030 شمار خودروهای برقی در آلمان را تا 15 میلیون دستگاه افزایش دهند. بدین گونه قرار است ایستگاه‌های شارژ برق خودرو به حدود 1 میلیون ایستگاه افزایش یابد. این سند حاوی جزئیات بسیار در عرصه‌های مختلف است. سه حزب ائتلافی این سند را ائتلاف برای پیشرفت نامیدند که در روند رشد و دموکراتیزه کردن بیشتر کشور تأثیری به سزا خواهد گذاشت. شمار جانباختگان کرونایی در آلمان از مرز 100 هزار نفر گذشت. همگیری کرونا تا کنون جان بیش از 100 هزار نفر را در آلمان گرفته است. شاخص هفتگی ابتلا در این کشور همواره افزایش می‌یابد و دولت آینده در حال برنامه‌ریزی برای محدودیت‌های بیشتر است. بامداد پنجشنبه 25 نوامبر مؤسسه روبرت کوخ مرجع رسمی ثبت آمار مربوط به پاندمی کرونا در آلمان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 351 نفر به آمار قربانیان این بیماری اضافه شده است. به این ترتیب مجموع درگذشتگان کرونا بر اثر ابتلا به کووید 19 به 100109 نفر رسید. در 24 ساعت منتهی به پنجشنبه 75961 مورد تازه ابتلا به این بیماری همگیر شناسایی شده که نسبت به آمار مبتلایان در بازه زمانی هفته گذشته 10509 نفر بیشتر است. شمار کل مبتلایان از آغاز بروز پاندمی به 5,573,756 نفر رسیده است. روز پنجشنبه شاخص متوسط هفتگی ابتلا در سراسر آلمان 420 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور اعلام شد که رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. تشدید محدودیت‌های اجتماعی با توجه به افزایش شدید تعداد مبتلایان به کرونا در روزهای اخیر بحث درباره الزام عمومی واکسیناسیون سرعت گرفته است. احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد که قرار است دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهند، قصد دارند واکسیناسیون را برای ساکنان و کارکنان خانه‌های سالمندان اجباری کنند. برنامه‌ریزی برای گسترش واکسیناسیون اجباری عمومی هم در حال بررسی است. به گزارش اشپیگل آنلاین احتمال می‌رود که از اول ژانویه 2022 مقررات جدیدی در آلمان به اجرا گذاشته شود. افرادی که در مراکز درمانی، خانه‌های سالمندان یا خدمات مراقبت سرپایی کار می‌کنند باید ثابت کنند که یا واکسینه شدند و یا مبتلا شده و بهبود یافتند. آنان در غیر این صورت فرصت دارند تا آخر ماه مارچ 2022 خود را علیه کرونا واکسینه کنند. کارفرمایان مجاز خواهند بود برای بررسی وضعیت واکسیناسیون یا نقاهت کارکنان خود اقدام کنند. در حال حاضر در آلمان اطلاعات مربوط به تست های کرونا یا ابتلای کووید 19 امری شخصی به شمار می رود و هیچ کس اجازه ندارد با آنها دسترسی داشته باشد. از اینکه ما را در این ویدیو همراهی کردید جهانی سپاس. Thank you.